سلام بینندگان عزیز، به برنامه گفتمان خوش آمدید. بحران سیاسی پدید آمده در میان ارگ و بلخ، در وضعیتی که افغانستان با چالش‌های بزرگ امنیتی روبرو است، راه به کجا می برد؟ آیا حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی توان آن را دارند تا این بحران را به گونه‌ای درست مدیریت کنند و حل سیاسی مسالمت‌آمیز آن را پیدا کنند؟ در همین حال در اعلامیه کاخ سپید در پیوند به حل این بحران از هر دو طرف خواسته شده است که این تنش باید به گونه ای حل شود که شهروندان افغانستان اطمینان داشته باشند که تعیین والی تازه سبب تأمین امنیت و توانمندی حکومت وحدت ملی می شود. این اعلامیه آیا می تواند به این مفهوم بوده باشد که این بحران ابعاد و ریشه های گسترده تری دارد که حکومت وحدت ملی توان حل آن را ندارد؟ عواملی که این بحران را سبب شده است به کجا می رسد؟ در همین حال گفتگوهای حکومت و جمعیت اسلامی در این پیوند به چی نتیجه های رسیده است؟ مهمانان ما هستند جناب واقف حکیمی، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان، جعفر مهدوی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. جناب حکیمی، میخوام سوال اول شما پاسخ بدین که چرا و چگونه این بحران سیاسی در میان حکومت و جمعیت اسلامی این همه ابعاد گسترده تری پیدا کرد و وضعیت این گونه انکشاف یافت؟ بسم الله الرحمن الرحیم و تقدیم سلام به شما و همه مهمانان عزیز در این نشست، و با تقدیم سلام به همه بینندگان این برنامه تلویزیونی طلوع، و با درود و سلام به همه شهیدان راه آزادی و استقلال افغانستان، به ویژه شهیدان این یک هفته افغانستان که مظلومانه هم در برخی ولایات و هم در حوادثی در پایتخت جام شهادت نوشیدن و برای مجروحان و زخمیانشان از خداوند شفای عاجل می طلبم. ما فکر میکنم این بحث از اینجا، این مشکل از اینجا ناشی شده که ما در یک ساختاری به نام حکومت وحدت ملی قرار داریم. این حکومت وحدت ملی فلسفه وجودیش یک حکومت مصالحتی و مصلحتی و تفاهمی بوده که بر مبنای موافقت نامه سیاسی کابل یا موافقت نامه حکومت وحدت ملی به وجود آمده، اطراف تشکیل دهنده این حکومت در این موافقت نامه تعریف شده و وظایف و کارهایی را که این حکومت وحدت ملی باید انجام بده نیز تعریف شده. به همین دلیل ما میتونیم حکومت وحدت ملی را هم از لحاظ ماهوی که وظایف و خصوصیاتش تبیین میکنه و هم از لحاظ شکلیات معنا بکنیم بر مبنای امین موافقت نامه حکومت وحدت ملی. این حکومت وحدت ملی یک سری وظایف مشخص و بنیادینی داره که بدون این انجام اون وظایف ماهیتش از دست میده. حکومت وحدت ملی اون وظایف انجام شده کدام است؟ زمینه سازی برای انتخابات شفاف که دیگر بحران انتخاباتی مانندی بحرانی پیش از تشکیلی بحران انتخاباتی پیش از تشکیلی حکومت وحدت ملی با وجود نیاید. بحرانی که در نتیجه این حکومت وحدت ملی نه بر مبنای نتایج انتخاباتی شفاف، بلکه بر اساس نتیجه براین و نتیجه بحران انتخاباتی به وجود آمد. این حکومت ارچند نامی حکومت موقت مشخصا میخوام اون وظایفی را که باید انجام میداد حکومت نامی حکومت موقت نگرفت. در ماهیت امر یک حکومت موقت است، وظایف مشخصی برایش تعریف شده که گفتم پیشتر برگزاری یک انتخابات شفاف دیگه، زمینه سازی برای انتخابات شفاف، نهادهای انتخابات شفاف ساختن، ملی ساختن، قوانین ملی و قوانین شفاف انتخاباتی ساختن و طرز العمل ها و همه اینا، کارهایی که تا امروز متاسفانه انجام نشده. کاری دیگری را که انجام بده برای تعدیل نظام سیاسی زمینه سازی بکنه،
برای تعدیل نظام سیاسی بر مبنای قانون اساسی باید لوی جرگه تصویب قانونی تعدیل قانون اساسی را بر گزارش فراهم بسازد. برای این کار یک سری از مقدمات بسیار مهم و ضروری و طویلی دیگری وجود دارد. برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی، انتخابات اولسوالی ها، چی اینها زمینه ای را فراهم بسازد. این کار هم متاسفانه مقدمات یکی از مقدماتش انجام نداده که چه برسه به جای دیگری. لحاظا در این حکومت وحدت ملی پیش از همگی باید اطراف این حکومت وحدت ملی حسن نیتشانه برای انجام وظایف این حکومت وحدت ملی اطراف نشان بتن. حکومت های وحدت ملی حکومت های موقتی هستند که در پی بحران ها به وجود می آیند. عناصر اساسی تشکیل دهنده شان که یا از انقلاب ها یا از بحران ها یا از توافقات سر بر می دارند باید متعهد به انجام این کارا باشه. تشکر جناب وقت برمیگردیم به شما. از اینجا راشی شده اگه اجازه بدید یک گپی کوتاه بزنم که شکلیاتش رو بگم. این محتواش به صورت بسیار مختصر شکلیات این حکومت وحدت ملی اینمی تشکی میان دو تیم انتخاباتی که هر کدام دارای فروی چندگانه است باید شکلش هم برای تضمین انجام این کارها 50-50 به قول معروف 50% باید تشکیل پیدا بکنه که والی بلخ جزی از این شکلیات هم بایست. سپاسگزارتون برمیگردیم. جناب مرتضوی شما عوامل در چی میبینین و آنگونه که از سخنان جناب واقف حکیمی استنباط میشه اینا میگن که حکومت وحدت ملی خود با اجرا نکردن اون وظایفی که داشته زمینه ساز بحران شده. مثلا یکی از سخنان بسیار مهمشان دعوت نشدن لوی جرگه برای مشروعیت بخشیدن به ساختار این نظام است که از تفاهم نامه برخواسته که باید سال گذشته این کار میشد نشده. میگن در حقیقت دولت زمینه ساز شده برای این بحران. شما چی فکر میکنین؟ با سلام خدمت مهمانان برنامه، بینندگان محترم تلویزیون و عرض تسلیت به همه هموطنان بابت رویدادهای اخیر در کابل و شمار از ولایات. چند موضوع خیلی خوب است که برای بینندگان محترم تلویزیون هم واضح شود. اولی که استاد عطا خودشان به رضایت خود یک استعفانامه بسیار محترمانه نوشته کرده و از رئیس جمهور خواهش کرده که استعفای مرا منظور فرمایید تا ما بتانیم در عرصه های دیگه فعالیت کنیم. فقط یک سوال کوتاه، اونا بعدا بارها یا هواخواهانشان یا طرفدارشان گفتن که او استعفا یک استعفای مشروط بوده، یعنی به این معنی که یک سلسله کارها باید اجرا شود. من استعفا هیچ شرطی در متن استعفا وجود نداره و تازه بسیار تاکید شده که استعفای مرا منظور کنید تا ما در عرصه های دیگه خدمت کنیم. پس وقتی که استعفای عطا محمد نور منظور شد این مخالفت چرا؟ خب شاید دلایلش پیش خود استاد عطا معلوم باشد یا حکیمی صاحب بتونه به نمایندگی از حزب جمعیت در این رابطه صحبت کنه، ولی در استعفای استاد عطا هیچ گونه فشار سیاسی نبوده. یعنی همه چیز برای سوال دیگه که اینا میگن که شما اون وظایف انجام ندادین برای آماده شدن برای انتخابات شفاف و لوی جرگه دایر نشد، ساختارهایی که نیاز بود با وجود نیامد و دولت حتی قدم های ابتدایی را بر نداشت. همین دو موضوع میخوایم خدمتتون مطرح کنم. اول بحث ای است که از حکومت آیات ها را برقرار نکرده، یعنی خودشان به رضایت خود استعفا داده برای جمهور به مصالحت که داره سفر منظور کرده. یک موضوع روشن شد. موضوع دوم استاد عطا تا روزی که استعفا نکرده بود جزء حکومت است. جمعیت اسلامی بیشترین سهم در ساختار حکومت داره. ما اگر موفقیت داریم، موفقیت محصول مشترک هم است به حیث یک تیم در ساختار، و اگر ناکامی ها هست، ناکامی ها مربوط به همه میشه. بنابراین ما نمیشه که در موفقیت ها خود پیش قدم بدانیم و ناکامی ها رو به گردن یک بخش دیگه حکومت بیندازیم. نکته سومی است که بحث تیمه که آقای حکیمی مطرح کرد، جناب دکتر صاحب عبدالله از تیم اصلاحات وارد گفتگو شد بعد از جنجال های در انتخابات و برای جمهور روی موضوعات مشخص توافق کردند که در حال عملی شدن است. یکش اصلاح نظام انتخاباتی هست. اصلاحات صورت گرفته و شما میبینید که بر مبنای اصلاحات کمیشنرهای فعلی انتخاب شده. بحث دوم لوی جرگه قانون اساسی است. آقای حکیمی به حیث کسی که بیشتر در مسائل حقوقی وارد هست، تا زمانی که ما از لحاظ نصاب
ترکیب لجرگه قانون اساسی نداشته باشه ما نمیتونیم برگزار کنیم. برای سال آینده شورای ولسوالی برگزار میشه، ترکیب کامل میشه و هیچ مانعی برای برگزارش نیست. شما باید این سال گذشته رو اندازه میکنید. خب عوامل مختلف هست که با این کار نمیکنیم که به وقتش برگزار نشده. جناب میسبا، شما فکر میکنید که این بحران یا این تنش که با وجود داره اومده این جنبه حقوقی هم داره؟ حالا جمعیت یا والی بلخ میگه که ما بر اساس یک تفاهم نامه در این حکومت شریک بودیم یا استعفای من شرایطی داشته که حالا آقای مرتضوی میگه که نه هیچ گونه شرایطی نداره. جنبه حقوقی این مسئله چی است؟ میشه که شما بگیم که داره، اگر جنبه حقوقی داره او چی جنبه هایی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت حاضرین و بیننده های محترم. ببینین از دیدگاه حقوقی زمانی که حکومت زیر عنوان حکومت فراقانونی زیر عنوان وحدت ملی ایجاد میشه، اونا تعهد میکنن که ما به طرف قانونیت میریم. در اصل قانونیت بحث اعمال حاکمیت ملی متعلق به ملت است که ماده 4 قانون اساسی ایره تشریح کرده و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم اعمال میکنه. از طرف هم ماده اول قانون اساسی که بر عدم تجزیه بحث میکنه که در عمل همچون موارد داره کشور را به طرف تجزیه میبره اگر مانع همچون موارد نشه. خب ماده 5 تجزیه تا حال از جای شنیدن نشده. مثلا ببینید زمانی که ما میخواییم یک منظره اشاره بکنم، بحث بکنم، بحث به تمسخر گراییدن حاکمیت ملی توسط حکومت وحدت ملی این بحث بسیار مهم است. به اساس ماده 64 فقره 13 قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت داره استعفا را بدون قید و شرط بپذیره، عزل بکنه مامورین عالی رتبه خود. ماده 136 بحث ادارات را به مرکزی و محلی تقسیم میکنه و ماده 137 قانون اساسی اداره محلی را تفویض صلاحیت را منوط می سازه به ای که تابع اداره مرکزی باشه، به خاطر که این ارتباط مستقیم به ماده اول داره که حکومت واحد است و غیر قابل تجزیه است. اینجا از دیدگاه حقوقی عدم تطبیق قانون این خودش در کل بالای روند تاثیرات منفی می گذاره. در هدف ما از روند دموکراسی است، هدف ما از روندی است که بالاخره هیچ کسی بالاتر از قانون نیست. از دیدگاه حقوقی در این مورد هیچ نوع مشکلی وجود ندارد، یعنی رئیس جمهور بدون کدام مشکل اعمال کرده میتونه، ولی مشکل در این است که زمانی که رئیس جمهور، زمانی که حکومت، اراکین، قوای سیگانه قانون را نقض میسازه و این نقض قانون را به یک فرهنگ تبدیل میکنه و در برابرش معافیت اختیار میکنه، بنابراین بعید نیست که کسایی که پایین از اینا هستن چون این نقص قانون بکنه. یعنی مشکلات همه در عمل است و زمینه ساز اصلی برای همچون موارد خود حکومت است که ایجاد حکومت وحدت ملی به اساس توافقنامه سیاسی یک نقص بسیار صریح است. ببینین نظام برخواسته شده از قانون اساسی است. ماده 33 قانون اساسی حق اساسی ادباست که یک کسی خود را کاندید می سازه و یا هم به کسی رای می ده. هر دو تیم ها، رئیس جمهور و رئیس اجرایه، برخواسته شده از قانون اساسی هستند. ولی خب در اینا که وقتی پایین زمان منحرف می شن در حقیقت قانون اساسی دور زده شد اینجا. ببینید نقص همینجا شروع می شه. رئیس جمهور فرمانی را که صادر می کنه که گویا رئیس اجرایه من حیث یک شخص ثالثی به اساس ماده 71 قانون اساسی افغانستان در بین کابینه برش جا داده میشه، این صلاحیت را نداره، به خاطر که موضوع پس برگشتانده میشه به ماده 4 قانون اساسی که به موضوع حاکمیت است. صلاحیت های 21 گانه یا 20 گانه که در ماده 64 است و سایر صلاحیت هایی که به اساس ماده 60 قانون اساسی برای رئیس جمهور در رأس دولت داده شده، این قابلیت تفویض را نداره برای کسی که به قسم تفویض بسازه، به خاطر که مسئله انتخابات است، مسئله رأی است اینجا. بنابراین ما میخوایم این موضوع را یادآور بشم که همه ناقضین هستند، رئیس جمهور، رئیس اجرایه، ولی فعلی بلخ و کسایی که قانون را نقض کرده و هیچ کسی بالاتر از قانون نیست و اینا باید جوابگو با می قانون برمیگردیم. با شما گفتمان ادامه دارد، پس از یک وقفه کوتاه با ما باشید.
جناب مهدوی، میخوام پرسان کنم که این مسئله در پارلمان یا در مجلس نمایندگان چقدر جدی است و چی بحثای جریان داره؟ فکر میکنین که برای حل این بحران مجلس نمایندگان چی کرده میتونه و چی باید بکنه به نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت دوستای نشست و بینندگان عزیز. خب مجلس نمایندگان، ما با یک مجموعه تشکیلاتی واحد مواجه نیستیم که اون یک موضوع واحد بگیره. به تعداد اعضای مجلس نمایندگان دیدگاه وجود داره سر این موضوع. ما میخواییم به سه نکته مهم در ارتباط با بحثی که مطرح شد و دوستان سرش بحث کردن اشاره بکنم. بحث اولی است که اساساً وابسته کردن مجموعی مباحث به قانون اساسی اشتباه است. درست است رئیس جمهور صلاحیت داره که مامورین خود، والیای خود، وزیرای خود و همه مقامات را عزل نصب بکنه، اما در یک حکومت است که با مشروعیت قانونی برآمده از آرای مستقیم مردم آمده باشه. وقتی حکومت به اساس یک توافقنامه سیاسی و فشار حزب دموکرات آمریکا سر کار آمده، زمانی که این موافقتنامه نقض میشه، این موافقتنامه حکم قانون اساسی رو داره برای حکومت. بنابراین بحث حزب جمعیت اسلامی بخشی مهم از توافقنامه بوده. دکتر صیب عبدالله کاندید حزب جمعیت اسلامی افغانستان بوده و تمام موضوعات برمیگرده به موافقتنامه اساسی. متاسفانه حکومت در اینجا با استفاده از قاعده مغالطه در موضوع مداخله میکنه، میگه صلاحیت های رئیس جمهور است، ولی در یک حکومت است که رئیس جمهور از طریق قانونی اساسی با معیارهای قانونی اساسی برآمده از آرای مردم افغانستان سر کار آمده باشه. یک حکومتی که جایگاهی در قانون اساسی نداره، رأی مردم رو با خود نداره، مشروعیت سیاسی خود از دست داده، مشروعیت مردمی خود از دست داده و فقط مانده با موافقتنامه‌ای که او هم غیر از یکی دو مادهش هیچ کدامش تا حال اجرایی نشده، بنابراین اینا میتونه معیار باشه. یک نکته بس آقای مرتضوی رو من اتفاق قبول دارم، حزب جمعیت هم در خرابی های حکومت سهم هست، هم در کامیابی هایش هم در ناکامی هایش. این رو ما قبول کرده نمیتونیم که حزب جمعیت در ناکامی حکومت خود اپوزیسیون بگیره و در باز کامیابی هایش بگه که ما به قول حکیمی صاحب بگه ما 50-50 ما هم شریک هستیم. یک نکته. اما من میخوایم بحث را به گونه دیگه در اینجا مطرح بکنم. اصلا اساسا این بس اشتباه است. اینمی حکومت با استاد عطا هم فاقد مشروعیت است، بدون استاد عطا هم فاقد مشروعیت است. ما به این موضوع از این مسئله بحث بکنیم. تا هنوز هم حکومت هم بحثی که حزب جمعیت مطرح کرده در ارتباط با مشروعیت استاد عطا و مبانی منطقی موجودیت استاد عطا با عنوان والی، او هم اشتباه است. این حکومت با همه دار و ندار خود فاقد مشروعیت است، هم دچار بحران مشروعیت قانونی است، هم بحران مشروعیت مردمی است، هم بحران مشروعیت سیاسی است. و ما میبینیم که امروز خود حکومت به عنوان مجری قانون بزرگترین ناقض قانون اساسی در افغانستان است. امروز امی حکومت، یا به تعبیر دقیق‌تر بگویم حکومت وحدت ملی یا حلقه‌ای در ارگ ریاست جمهوری است، چنان بر تبل نفاق اجتماعی و نفاق قومی میکوبه که ما وقتی تاریخ سیاسی افغانستان رو نگاه بکنیم، نه در دوره حاکمیت شبها بوده، نه در دوره حاکمیت مجاهدین بوده، نه در دوره حاکمیت حاکمیت‌های سلطنتی بوده، و این وضعیت نشان میده که این حکومت با سرعت صوت افغانستان را و نظام سیاسی را و مردم افغانستان را و منافع ملی افغانستان را به سمت سقوط سوق میده. جناب حکیمی، در خبرنامه کاخ سپید آمده بود و توصیه هایی شده بود مثلا که این مشکل به زودی حل شود و قانونی حل شود و باید به گونه حل شود که خشونت نباشه و مردم با خشونت جایی نداره. شما فکر میکنین که بس تعبیرهای مختلف بود. یک گفتن در این اعلامیه در حقیقت حمایت از دولت است، دولت خود امریکا ساخته به هیچ قیمتی نمیخواه به یک بحران بسیار گسترده روبرو شود، و دوم که تهدیدی هست بر والی بلخ، و سوم گفتن یک مداخله است در امور مسائل داخلی افغانستان. شما فکر میکنین که پخش این اعلامیه به این روان چی تاثیر داشت و چی تأثیری دارد؟ همین گپی آخیرش شاید نباشه. ما فکر میکنم دیگه در افغانستان زمانی که سپری شد، اگه کسی بگوه که ولا مداخله کسی نکنه و مداخله شده و گپو فکر میکنم بیشتر به تنز، به تنزهای شاید حاکمان
بسیار همخوانی داشته باشه تا با واقعیت های جامعه افغانستان. شاید یکی از دلایلی بسیار برهم نخوردن یا اوضاع این مداخله ها باشه. چه فکر میکنین اگر بحران انتخاباتی که در افغانستان به وجود آمد، امریکا مداخله نمیکرد، جان کیری نمی آمد، یک رای وسطی را به عنوان حکومت وحدت ملی پیدا نمیکرد، سگ صاحب شده افغانستان میافت؟ راستی گپش. بس دیگری که رای قانونی واقعا از رای قانونی حل شود، کدام قانون معلوم شود که از کدام قانون؟ قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون معاهدات، کدام قانونی که موافقت نامه حکومت وحدت ملی بر مبنای از او شکل گرفته، ملل متحد و ایالات متحده امریکا به عنوان زامین اجراییش بوده، کدام قانون؟ اینجا بحثی که آقای دکتر مهدوی بسیار به نقاط اساسی بحث کردند، این بسیار اشتباهی کلان است که چی ایالات متحده امریکا، چی مثلا دوست عزیزی ما آقای میسبا، چی آقای مرتضوی، چی آقای رئیس جمهور به قانون اساسی برای کارهای یک تنه و یک سرش استشهاد بکنه و استنباد بکنه. من فکر میکنم وقتی ایالات متحده امریکا برداشتی ماییست، شاید غلط باشه وقتی میگه قانون مسالمت آمیز مسئله حل شوه، قانونی حل شوه، این بسیار مجالی کلان و میدانی وسیع برای بازی را باز میکنه برای بازیگرا. دقیق اینجا بگوان که بر اساس کجا؟ کسایی که میگن بر اساس قانونی اساسی، ماده 64 قانونی اساسی که صلاحیت های رئیس جمهور رو با یکی از فقراتش آقای مصباح استشهاد کرد، این برای طوری که آقای دکتر مهدوی گفتن برای یک رئیس جمهور قانونی برخواسته از یک انتخابات شفاف پیش بینی شده در قانون اساسی افغانستان. ما آن جاهایی از قانون اساسی افغانستان که با موافقت نامه حکومت وحدت ملی در تعارض است، ناخوانده و نامکتوب بدون شک در حالت تعلیق قرار دارد. هیچ رای جمع کردن میانی از وجود نداره. ما کجا یک پستی که در موافقت نامه حکومت وحدت ملی به عنوان صدر اعظم اجرایی نام برده شده از دکتر عبدالله دهی پست، کجاش در قانون اساسی افغانستان وجود داره؟ با کجاش استشهاد میکنی؟ یک فریب دادن مردم است. من پیشتر گفتم فلسفه وجودی حکومت وحدت ملی یک حکومت موقت است، یک حکومت موقت مساعدتی موافقتی، زمانش مشخص است، وظایفش مشخص است، بنیادی مشروعیتش هم همون تفاهم نام است. خب قطعاً زمانی که تفاهم نام اجرا نمیشه و از نظر قانونی اساسی با مشکلی مشروعیت روبرو است، پس دولت چی تعریفی میتونه داشته باشه؟ دولت واقعاً امیر کمی که یک حکومت منتخب وظایفش انجام نداد، به سوی فقدان مشروعیت پیش میره، یک حکومت موقت هم است، حکومتی که وظایفش انجام داده نتونه. مثلا در ترمینولوژی سیاست و حقوق سیاسی، ابتدایی ترین کار یک حکومت چی است؟ نه در حکومت های معاصر و ولفیر و خدمتگزار، دفاع از مرزها، تامین امنیت و تامین عدالت. امی مبادی بدوی حکومت ها روی حکومت نداره. من باور دارم که تمامی اطرافی که در این شریک هستند در این گپ شرکت دارند، هم رئیس جمهور، هم رئیس اجرایی و همه احزاب و گروه هایی که در اینجا شرکت دارند. خود در گام نخست با دولت جمعیت اسلامی، اگر این حکومت با دور زدن از قانون اساسی به وجود آمده، جمعیت اسلامی این قانون اساسی را دور زد، امریکایی ها این قانون اساسی را دور زد. من میگم قانون اساسی چی بنا؟ به قانون اساسی زمانی عمل نشد که در انتخابات تقلب شد. قانون اساسی نگفته که در یک انتخاباتی که صندوقاش پر بکنن و به جعل و به تقلب کسی را رئیس جمهور بساتن، او رئیس جمهور است. او گفته رئیس جمهور نیست. ما در سر یک دورایی قرار داشتیم بعد از انتخابات، یا افغانستان واقعا به بحران میرفت، یا می آمدن یک مرحله گذاری دیگری، فرصت دیگری را برای بازسازی ذهنیت ها، افکار، قوانین اینها بسازن که برای یک انتخابات با ثبات سیاسی آینده را تضمین بکنیم. بنا گفتم فقط یک جمله بگم که در موافقت نامه حکومت وحدت ملی برای انجام این کارها 2 سال در نظر گرفته شده بود. ما امروز از حکومت وحدت ملی 3 سال و 4 ماه و چند روز سپری کردیم. این کارها انجام برمیگردیم با شما. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. با ما باشید. We'll be right back.
جناب مرتضوی، آنگونه که دوستان گفتن، وضعیت به گونه آمد که قانونی اساسی به جای خود ماند و در حقیقت یک تفاهم نامه آمد و یک سلسله وظایف برای حکومت وحدت ملی تعیین کرد و یکی از بزرگترین وظیفه‌ش هم همون برگزاری لوی جرگه یک سال پیش بود که باید ساختار این حکومت مشروعیت پیدا میکرد. این کاران نشد. حالا دولت نه به قانون اساسی پابندی نشان میتن، نه به تفاهم نامه، یعنی منظور حکومت وحدت ملی است. شما فکر میکنید که و نقص میشه قانون اساسی؟ اخیرا گزارش های وجود داشت. شما فکر میکنید دولت آیا در یک خلای غیر قانونی حرکت میکنه؟ یعنی ارادی شخصی در اینجا تحمیل میشه و سلیقه شخصی و گروهی تحمیل میشه، یا اینکه حاکمیت قانون وجود دارد؟ نه، من این صحبت شما را تایید نمیکنم، به این دلیل که یک پرسش ما بود که درست است. مبنای کار حکومت وحدت ملی قانون اساسی است. ما چند پرسش داریم از دوستا که روی موضوع اشاره کرد. اولی که باز تاکید میکنم که جمعیت اسلامی بیشترین حضور را نسبت به همه احزاب در ساختار امی حکومت وحدت ملی داره و آقای حکیم بیست یکی است که تجربه طولانی دارد در بحث‌های سیاسی و در یک حزب با سابقه طولانی هست. چطور ما میتونیم مرز بین حکومتی و اپوزیسیون تفکیک کنیم؟ یعنی یا واقعا به حیث یک اپوزیسیون بیاییم برنامه های حکومت نقد کنیم، پیشنهادهای خود مطرح کنیم، ولی زمانی که ما هم در حکومت هستیم و هم جنبه اپوزیسیون میگیریم، چیزی که مدعی صاحب اشاره کرد، به نظر خود ما، به نظر شخصی ما خیلی قابل قبول و منصفانه نیست. دوم، استاد عطا در زمان حکومت وحدت ملی سرپرست شده به دستور رئیس جمهور، بعد به حکم رئیس جمهور والی مقرر شده. آیا زمانی که رئیس جمهور حکم تقرر استاد عطا به حیث والی امضا کرد، در اون زمان آقای حکیمی جمعیت اسلامی چرا نگفت که شما حق سرپرستیش ندارین، حق ایرک والی مقرر؟ اون زمان قانون، موضوع قانون در کجا بود؟ ولی وقتی که صفحهش منظور میشه، باز میگن که صلاحیت قانونی ندارین. سومی است که بحث یک گلایه دوستانه، حزب جمعیت اسلامی با تجربه ای که یک دور در دوران دهه 70 بحث رئیس جمهور بود، استاد ربانی شهید صلح و حکومت در اختیار داشتن، یک تجربه حکومت دارن و بعد نقش بسیار قوی در طول دهه های گذشته داشته و بعد از توافق بن تمام نهادهای به شمول 13 وزارت در اختیارش بوده، چطور تمام حیثیت یک حزب میاره در پای یک ولایت؟ خودش برای ما به حیث یک شهروند قابل پرسش هست، در حالی که احیز با تجربه طولانی که داره میتونن مطالبات عدالت خواهش برای چوکی یک ولایت باشه، برای کل مردم افغانستان باشد و پیشنهادات برای حل هایشان برای عبور از بحران باشد. ما باز تاکید میکنیم که مثلا آقای دکتر شاهجان امروز استعفا کرد، رئیس جمهور استعفاش منظور کرد و والی به جاش رفت، والی های دیگه وزرا استعفا کردن، ولی اگر قرار شوه یک کس بتونه با امکاناتی که داره، با نفوذی که داره، برای حکومت با این وضعیت مشکل خلق کنه، خیلی ها میتونه مشکل خلق کنه، ولی ما چطور میتونیم کمک کنیم که مشکلات کم کنیم؟ در کشوری که مولانا سمیع الحق ملای پاکستانی رسما میگه انتحار در افغانستان جهاد است، گروه های تروریستی پاکستان به کشور ما اعزام میکنن تا هر روز این فاجعه خلق شوه و بعد سیاسیون ما بیاین روی مسائل درگیر کنه حکومت که جزئی که واقعیتش جزئی که به دشمن کمک شوه و جزئی که ما یک تشویش برای کل جامعه و روان ایجاد کنیم، کدام دستاورد نداره. راه اساسی است که هم مصادتا و هم دوستای دیگه با موشکبایی با خیرده که داره این موضوع حل کنن. اصرار بر و پافشاری روی موضوعی که میتونه برای مردم بلخ و برای کل افغانستان نگرانی ایجاد کنه، را حداقل ما از حزب جمعیت انتظار نداریم و نخبه هایی که در اونجا هست، ما برداشت می است که اونا هم نگرانی های مردم درک میکنه و هم شرایط کشور. جناب مصباح، فکر میکنید از نظر حقوقی وقتی که این تفاهم نامه آمد در قد مجرای امو ساختار دولت دو وظایف شد تعیین کرد در یک دوره معین و سفیر امریکا اونجا امضا کرد، در قد
تضمین بوده باشد با سازمان ملل متحد. فکر میکنید که آمریکایی‌ها حق داشتن که بعدا نظارت کنند که امین موادی که اینجا آمده چگونه تطبیق میشد یا نمیشد؟ چون هر ماده‌ای که تطبیق نشه و خود بعدا مشکل دیگه با وجود میاره. حالا مثلا حکومت اگر سال آینده لوی جرگه دایر کنه، برای کی دایر میکنه لوی جرگه؟ حالا خب یک مرحله تل میشه، ممکن در انتخابات آینده این گونه یک ساختار با وجود نیه، یک کسی بیا و رأی کامل ببره و به مطابق قانون اساسی رئیس جمهور شوه. شما فکر میکنید آمریکایی‌ها این حق داشت؟ در گپای جناب حکیمی هم اینطور احساس کردم که گفت که همین مداخله ها مفید از گاگایی که برای ما که اگر نه اینطور یک وضعیت می آمد. ببینین هرچند غیر قانونی باشه، ببینین ما در حقوق یک اصل داریم، زمانی که مبنا باطل شد ساختار در مورد از او همه باطل است. توافقنامه سیاسی از نامش معلوم است که یک توافقنامه سیاسی است. تفاوت بین قاعده حقوقی و سیاسی دی است که قاعده حقوقی همراه با مؤیدات هست که ما قانون اساسی داریم. قانون اساسی ما در حدود 115 قانون به طور صریح ذکر شده که باید به اساسش جور شوه و بیشتر از 150 هم به طور زمینی. بنابراین از یک طرف امریکا از لحاظ حقوقی مطابق ماده 8 قانون اساسی افغانستان به هیچ عنوان نظری که جانبدارانه باشه، نظری که اصل استقلالیت دولت را در سطح جهان چالش بکنه نداره. از طرف هم ببینین حکومت برخواسته شد در تضاد با ماده 61 قانون اساسی، چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون مستقلی که ماده 156 او را تعریف میکنه، مکلف دانسته شده بود که به رئیس جمهور را که بیشتر آره. حالا یک چیز منطقی که یک پدیده که در تضاد بر یک اصل به وجود آمده باشه چگونه میتونه با اون اصل مطابقت داشته باشه؟ یا بگویم که یک حکومتی خودش زاده بحران باشه، چگونه میتونه بحران ها را خاموش کنه، بر بحران ها حاکمیت مسلط؟ ببینید راه حل رجوع به طرف حاکمیت قانون است. ما میپذیریم در مشروع عدم مشروعیتش ما موافق هستیم. مشروعیتی که باید داشته بود، چون نظام نظامی نوشته شده است و همه موارد قبل از قبل تحریر شده، چیزی که تحریر شده بود در ماده 61 قانون اساسی، از اون مورد ما رئیس جمهور منتخب نشد، مشکلات منحرف شدن از اصل، برخواستن از قانون اساسی ولی منحرف شدن، رفتن تقسیم کردن این مورد را، ولی راه حل بالاخره می است که پس طرف قانونیت بره. آله درست است. خب اینجا موضوع بسیار اساسی خود روند است. چگونه برامون برای قانونیت مشکل حل شود؟ ببینین اولین موردش خوبی بود که امی چند موردی را که خودشان به اساس سیاسی توافق کردن ای را باید عملی میکردن. خب حالا زمان گذشته. ببینین یک مشکل اساسی که آمد در خود توافقنامه ای بود که این معایدات را قبول نداشت، بخاطر که در تضاد با اصل بود. قسمی که شما گفتین بناهند پذیرف رفتن بحث ما حقوقی است. من فقط از دیدگاه حقوقی، گرچند این بحث بیشتر جنبه سیاسی داره، ولی از لحاظ حقوقی، یعنی نظامی که با مشروعیت مشکل داشته باشه و دوباره پس چطور او را به مشروعیت ببریم، این فقط با واسطه قانون صورت میگیره. حال به هر اندازه که ما مسائل را سیاسی میسازیم، سیاسی هم در حقیقت نیست، بیشتر تیمی هست. این موضوع مشخص شد در مدت 3 سال، برای ما ثابت شد. بالاخره تنها همین دو حزب، دو گروهی که انتخابات را برده بودن، تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی، بالاخره تنها اینا نبودن شرکای، یعنی برخواسته شده از همه نظام نبودن اینا، در حالی که اینا در بین خود، بین تیم ها، در حقیقت بین تیم ها. اگر ما ملی فکر میکنیم و به طرف بتانیم از این بحران خارج شویم، تدویر انتخابات شفاف، آزاد، عادلانه و آزاد و مستقیم. شما چه فکر میکنین وضعیت کنونی نشان میده که ما به یک انتخابات شفاف خواهیم رسید؟ ببینین وضعیت از لحاظ عملی در اوج بحران است، اما بالاخره نقض قانون مصلحت نیست.
به هر حال باید این یک حقیقت را بپذیریم و به طرف قانونیت بریم و انتخابات را تدبیر بکنیم. نقض قانون به طور متواتر ادامه داره و یگانه راهش بیرون رفت از تدبیر انتخابات. تشکر از شما. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. با ما باشید. جناب مهدوی، فکر میکنین که این بحران ظرفیت های گسترش بیشتر دارد یا اینکه میشه که مهار شود اگر فرض کنیم که هر دو طرف به تفاهم نرسند؟ این وضعیت سیاسی چگونه انکشاف خواهد کرد و چقدر تأثیری در وضعیت عمومی کشور بر جای خواهد گذاشت؟ وضعیت بحرانی که فعلا متوجه کشور هست، متوجه مردم هست، عمیق‌تر از مناقشه بین ارگ و آقای نور ببینیم. تصور ما است، برداشت ما است، تجربه ما و فهم ما از حوادث مشابه به این نشان می‌دهد که با توجه به اراده قدرت‌های خارجی در افغانستان، با توجه به اینکه مردم افغانستان ظرفیتی رفتن به سمت یک جنگ داخلی مجدد نداره، مسئله آقای نور، مسئله ریاست جمهوری مثل بسیاری از مناقشات دیگر با مبادله یگان وزارت و ولایت و سفارت یک مقدار پیسه موضوع حل میشه دیر یا زود. ما در این قسمت مطلقا نگران نیستم، اما نگرانی من جای دیگه است. نگرانی من است که فعلا روند سیاسی که فعلا بر کشور حکومت میکنه و حمایت جامعه جهانی را هم حداقل در ظاهر داره، اگر در خفا اونها هم نگران تر از مردم افغانستان هستند و به دنبال یک رای حل هستند، است که مجموعی روندها به سمت یک و سمت فاجعه باری در حال حرکت است. به همونطور که من در صحبت قبلی اشاره کردم، وضعیت که موجوده هست چی با حضور جمعیت چی بدون حضور جمعیت، خب مسئله استادات ها یک ماهی به وجود آمده، دو ماهی به وجود آمده، ولی فعلا این سرعت را که این روند به سمت سقوط و بحران و یک فاجعه عظیم ملی در حال حرکت است، 3.5 سال است در حال حرکت است. نکته دیگه در است که متاسفانه تمامی روندهایی که باعث از هم گسستگی اعتماد ملی، وحدت ملی، اجماع ملی، تمام موضوعات است، فعلا حکومت در برابر از او قرار گرفته. ما امروز با بزرگترین دسیسه ها و خطرات بیرونی مواجه هستیم، ولی آجندای این حکومت و این ارگ، بهتره بگیم آجندایش است که تصفیه حسابای سیاسی بکنه، برنامه های نشنالیستی رو تعقیب بکنه، او تئوری هایی که در ذهن بیمار یک از این حلقات از این باندها از قبل در طول دهها تئوریزه شده بوده و انهادی نشده بوده که باید افغانستان را تصفیه بکنه، متاسفانه آجندا فعلا او است. من به این خاطر میگم که مثلا با ماندن یا رفتن استادات یا آمدن و برآمدن جمعیت مشکل افغانستان حل نمیشه تا زمانی که اجماع ملی با وجود نمیاد. اجماع ملی بر اساس اعتماد ملی با وجود میاد، اعتماد ملی زمانی با وجود میاد که رابطه بین مردم و حکومت یک رابطه مبتنی بر اعتماد، احترام و عدالت باشه، نه یک رابطه ارباب رعیتی و یک رابطه یک سلطان خودکامه و یک رعیت مظلوم و غریب. تشکر جناب مهدوی. جناب حکیمی، جمع‌بندی شما را بشنویم و فقط یک سوالم در نظر بگیرید که اگر دولت یعنی حکومت توجهی به خواسته های شما نکرد، شما باز چی خود کردید؟ در جنبندیتون به این مسئله ما به این جنبندی رو چی میرسه؟ ما بسیار سریع چند گپ عرض بکنم که ما متاسفانه عادت داریم هر چیزی که به نفع ما بود در اونجا باز به اون مرجع قانونی رجوع میکنیم یا به اون ماده قانونی و قانون استشهاد میکنیم، و الاک به نفع ما نبود با چیز دیگری. اول همی که بیاییم ما این تعارضات عقلی ما را تصحیح بکنیم، موافقتنامه حکومتی وحدت ملی یا قانون اساسی. اینجا و نظر من اصلی حکومت موافقتنامه حکومتی وحدت ملی نه قانون اساسی. رئیس جمهور هم میگه غلط میکنه، آقای مرتضوی هم میگه غلط میکنه، من میگم غلط میکنم، آقای دکتر عبدالله هم میگه، هر کس میگه غلط میکنه. این اگر ما واقعا ما امو محل توافق پیدا نکنیم در بحث ما همیشه گپای گتواد میزنیم. موافقتنامه حکومتی مدت میده سر و پا زیر پا گذاشته شد، معناش چی؟ معناش که ما آماده هستیم به یک بحران دیگه بریم. چرا فلسفه و حکومتی وحدت ملی برای مهار کردن یک بحران آمده بود؟ این متاسفانه انجام نشد.
چیز دیگر را که تذکر میتونم به همه بینندگان و با آقای مرتضوی را به قانون اساسی برود. ما گفتیم هر جایی که با موافقت نامه حکومت وحدت ملی در تعارض از قانون اساسی نامکتوب، نامولن در حالت تعلیق است و الا معنا ندارد. در قانون اساسی ماده 71 آمده که دوره ریاست جمهوری در اولی جوزای سال پنجم بعد از انتخابات به پایان میرسد. ما این را بارها گفتیم، آماده چلنج به هر حقوقدانی را هستم، به شمول جناب آقای استاد سروری دانش که یکی از فضلای حقوق عمومی خاصتا در افغانستان هستند که اونا اشتباه کردن در حقوق اساسی افغانستان که نوشتن. دوره ریاست جمهوری در افغانستان 4 سال است نه 5 سال. این دوره ریاست جمهوری 4 ماه و 7 روز به تاخیر صورت گرفته. در قانون اساسی نیامده که مدت تاخیرش هم جبران میشه. ما در اول جوزای سال آینده این حکومت بر مبنای قانون اساسی فاقد مشروعیت اساسی میشه. تشکر. اینجا بیاین آقای رئیس جمهور، آقای دکتر عبدالله همه گه بحث بکنن. بعضی کلان کجاست؟ من گپای آقای مهدوی را تایید میکنم که اساساً حتی دکتر عبدالله در حکومت وحدت ملی دور زده شده. اگر صادقانه رئیس جمهور، تیم رئیس جمهور که میخوان همه مردم عصف کنن با رئیس اجراییه صادقانه با حسن نیت کار میکردن این مرحله را با موفقیت میگذراندن، مشکلی استاد عطا، مشکلی ولایت بلخ، هیچ چیزی به وجود نمیواد و هیچ مشکلی به وجود نمیواد. ما این مرحله را اینا امور رقمی که در انتخابات تقلب کردن در درون این حکومت وحدت ملی در یک تقلب کاری دیگه به سر میبرن. حذف دیگرا آقای جمعیت ببخشید، خب جمعیت در یک حکومت قانونی اپوزیسیون نیست، جمعیت شریک مشکلاتی که کشور است. باید اعلام کنم زمینه رئیس جمهور و تیمی آقای رئیس خب جمهور میخواد کلگی برای عزیزی حکومت. جناب واقف حکیمی، با مسئولیت. آن چیزی که بیان کردین میخواین جنبندی شما را بشنویم جنبندی که با این وضعیت چگونه باید شود. جنبندی ما جناب دکتر مهدوی میگفتن، من یقین دارم که مشکل حل میشه، چی با وساطت خارجی، چی به وساطت خارجی. امی وساطت خارجی و حمایت خارجی نباشه، آقای رئیس جمهور یک روز رئیس جمهور بوده میتونه در کشور واقعیت گپش. لحاظ او کسایی را میگن که وساطت نکنن و کار نکنن، ما فکر میکنم مهمترین مسئولیت در کشور با برغم قانون اساسی و عدم نطق قانون اساسی خارجی ها ایالات متحده امریکا در کشور دارند. اگر ایالات متحده آمریکا نباشد، اگر این حکومت، این حکومت واقعاً باید با انجام وظایفش تنبیه بکنند، باید با پول خارجی ها، با حمایت خارجی ها، حذف مردم جریان دارد. سپاسگزار هستیم. ناسیونالیزم گفتن، فاشیزم جریان داره. اینها باید جلوگیری شه و خارجی ها ملتفت باشند و بدانند که چگونه است. وقفه کوتاهی داریم، برمیگردیم. جناب مرتضوی، با این سخنانی که دوستان گفتن، یعنی که ارگ برخلاف واقعیتی که رویدادها در جامعه هست حرکت میکنه، برنامه های مشخص داره، آجنده های مشخص داره، فکر میکنین که یعنی ارگ جدا از همه روندهای سیاسی در افغانستان کار میکنه، اجماع ملی رو باور ندارد، به گونه جنبندی پاسخ خود را بکنین؟ ببینین چند چیز بسیار واضح است. اولی که امی قاعده بازی را در عرصه سیاست قانون اساسی افغانستان واضح کرده، چی آنچه را که حکیمی صاحب میگه که میعاد رئیس جمهور در فلان تاریخ ختم میشه، چی برداشت را که سایر حقوقدانهای دیگه داره، بر حال بعد از ختم دوره ریاست جمهوری ما به یک انتخابات میریم. اگر رئیس جمهور کار خوب انجام داده، مردم حمایت میکنه، بهش رأی میده. اگر نکرده، بدون شک رأی نمیده. ضمانت شفافیت بله. باشه. بدون شک. این یک موضوع، یعنی رئیس جمهور به حیث مادام العمر در چوکی نیست. مردم قضاوت میکنه. دوم، چیزی را که مهدوی صاحب اشاره کردن. ببینید، ما وقتی تبعیض میگیم، تبعیض یک جایش در قوانین هست. بخش زیاد قوانین افغانستان زیر نظر استاد دانش در کمیته قوانین روش کار میشه. در قانون افغانستان ما تبعیض از اساس رد کردیم. جای دوم تبعیض در بودجه است. بودجه را پارلمان افغانستان جناب مهدوی صاحب تصویب میکنند.
جای سوم استخدام هاست. ما در حکومت آقای کرده یک بار استعدادی داره امتحان گرفت، وقتی یک قوم بیشتر در اونجا کامیاب شده بود برای همیشه دیگه استخدام ها را از طریق اصلاحات اداری بس، ولی امروز تمام بس ها از طریق اصلاحات اداری به اعلام میشه. مهمتر از همه برای اولین بار فرهنگ کار جامعه رئیس جمهور نهادی نکرده، داخل 10 شورا است. در شورای عالی اقتصاد همیشه استاد دانش هست، دکتر سب عبدالله هست، وزرای کابینه هست، حاکم شورای حاکمیت قانون، توسعه شهری، شورای عالی مهاجرین، شورای امنیت. در همین جی در هیچ شورا رئیس جمهور تنها تصمیم نمیگیره، رئیس جمهور صرفا مباحث جنبندی میکنه و او اعضاست که تصمیم میگیره، یا رد میکنه یا تایید میکنه. تشکر. انحصار زمان معنا میده که یک نفر خودش در ارگ نشسته باشد، برای خودش تصمیم بگیره و بر اساس فکر خودش، ولی اینجا کار بر اساس تیمی است، بر اساس جمعی است. در حکومت وحدت ملی صلاحیت های رئیس جمهور را انقدر محدود کرده که سر گل سوالی هم مجبور چانه زنی شد. بنابراین او انحصاری را که دوستان مطرح میکنه، او انحصار هرگز در حکومت وجود نداره. تشکر. جناب مصباح، شما چگونه میبینید وضعیت؟ برای اینکه ما از این بحران به طور اساسی نجات پیدا بکنیم، انتخابات باید به وقت ما. تشکر، سپاسگزار هستیم. مهدوی صاحب، میخوام سخنهای آخرین شما را بشنویم که با این بحث هایی که داشتیم چی میباید کرد؟ من بیشتر فکر میکنم باید در جواب صحبت ها باید خندید فقط. بس که آقای مرتضی در ارتباط با تعویض و قانون موضوعات مطرح میکنه، کیست در این وطن ندانه که آقای دانش در حد یک کاتب صلاحیت بیشتر نداره؟ کیست ندانه که حکومت با توزیع پیسه در پارلمان بودجه مملو از تبعیض و بی‌عدالتی را سر وکلا به زور پیسه رای دادن، یک تعداد محدود کارت سرخ بالا کرد، اونا کاری نمیتونن بکنن. من اصلا فکر میکنم که باید نگرانی ها رو فراتر از بحثی عطا محمدی نور و جمعیت عرب بود. مشکل اصلی و نقطه درد افغانستان دریست که فعلا آقای غنی و یک حلقه 3-4 نفری که متاسفانه اینا بیشتر به حلقات خارجی و بحث‌های مافیایی و استخباراتی بسیار پیچیده اینها متاسفانه وابسته هستند، اینها تصمیم دارن با مهندسی انتخابات آینده افغانستان، این رو بسیار به صراحت میگم، با تعیینات در سکتور امنیتی، امروز وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی مطلق در اختیار حلقه ارق قرار گرفته، تمام تعیینات وزارت معارف هم تصمیم دارن مهندسی بکنن تمام تعییناتش و پیسه هم جمع کردن از طریق سیستماتیک کردن فساد اداری در کمیته تدارکات ملی. تشکر. و با استفاده از مداخله بسیار مستقیم و آشکار و تهدید کمیشنرهای کمیسیون انتخابات برای مهندسی انتخابات که یک دور دیگه دفعه قبل با فشار حزب دموکرات آمریکا بود، این دفعه با مهندسی انتخابات یک بار دیگه سر گرده مردم افغانستان حاکم شوند. فاجعه که آمدنی هست به مردم افغانستان، باید بسیار سر از موضوع دعا بکنن که اتفاق نیفته که اینا بتونن انتخابات رو مهندسی بکنه. تشکر. و یک دور دیگه تمدید بکنیم. تشکر، سپاس گزار هستیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز، برنامه ما در همین جا با پایان رسید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپاریم و سپاسگزار هستیم از همه مهمانان عزیز که در بحث اشتراک داشتند.